دو روز پیش ظرف 3 ساعت حدود 120 میلیارد تومان در بخش صنعت در تولید آتش گرفت، دود شد و به هوا رفت. بررسی اولیه ما 100 تا 120 میلیارد تومانه توی خود مجموعه همون. اما این حادثه با چند نکته همراه بود. اول اینکه در کوچه کنار کارخانه یکی از دو راه دسترسی به آن حفاری شده بود و از 24 ساعت قبل راه مسدود بود. گویا لوله میترکد و تعمیرات ادامه دار میشود. به خاطر ایمن کردن اونجا رو بستن، گذاشتن 24 ساعت بمونه که خوش بشه که تازه شروع کنن عملیات و اینو خالی کنن و لوله ها رو اصلاحش کنن. و این اتفاق واقعا بدشانسی بود. این به ظاهر بدشانسی باعث شد دیگر کمک رسانی از این کوچه انجام نشود. 6 خودرو و 2 ماشین آتش نشان هم در همین کوچه آتش گرفتند. چون که امکان فرار از این سمت نداشتند، در حین برگشت اینجا دچار حریق شدند. شیرهای هیدرانت، شیرهای آتش نشانی برای آبرسانی به قدری کم فشار بوده که داشتن و نداشتن آب عملا فرقی نمی‌کرده و لوله‌ها توان و امکان انتقال زیاد آب را نداشتند. متأسفانه امروز ما شاهد بودیم در مقابل این کارخونه‌ای که بسیار کارخونه عظیم و بزرگی هست، در مقابل این کارخونه شیری دانتش آب نداشت برای آبگیری خودروهای آتش نشانی. از طرفی شهرک شکوهی با نزدیک به 1500 واحد صنعتی فقط یک ایستگاه آتش نشانی دارد با 5 خودرو و 18 نیرو. یکی از خودروها هم که 2 روز پیش سوخت. اما آیا واقعا این تعداد نیرو و خودرو برای شهرکی به این بزرگی کافی است؟ اینجا نه 2 ماشین آتش نشانی داشته باشه با 1000 واحد صنعتی. هر چی که بخوام ما داریم تو ایستگاهمون، ولی کمه. ما باید لااقل 4 ایستگاه داشته باشه شهرک شکوهی. نکته بعد نزدیکی این واحدهای تولیدی به یکدیگر است. احتمال انتقال خطر از یکی به دیگری بسیار بالاست و فاجعه در همین نزدیکی. شاید فکر امروز نمی‌کردن که اینقدر فشردگی زیاد بشه و اینقدر کارخونه‌ها با قدرت و با جدیت کار بکنن و فعالیت بکنن. مخازن این شرکت‌ها از هم فاصله‌ای ندارند. طراحی این منطقه از شهرک برای 25 سال پیش بوده و حالا مشکلاتش نمایان شده. شهرک صنعتی شکوهی ایمن نیست. باید دوستان به فکر باشن. کوچه ما معبرش 12 متره، پیاده‌روش 15 متره. به گفته مسئولین شهرک صنعتی شکوهی، کارخانه‌ای که آتش گرفت یکی از ایمن‌ترین کارخانه‌ها در بین 1500 کارخانه موجود بوده. با این حال وارد شدن خسارت 120 میلیارد تومانی به این واحد زنگ هشدار بلندی را به صدا در می‌آورد. و اگر این مشکلات و موانع تا آن روز مرتفع نشده باشد، احتمالاً تبعات حادثه بعدی بسیار بیشتر از امروز خواهد بود. علی صادقی، خبرگزاری صدا و سیما،